تو ویدیوی قبلی که از کباب دیگی به سبک افغانستانی گذاشتم که اتفاقا خیلی هم پرطرفدار بود همه گفتین نون مزاری هم آموزش بده منم اطاعت ام کردم و این نون رو آسون آموزش دادم به همراه یه املت بی‌نظیر که خیلی ها نخوردن پس ممنون میشم یه لایک بذاری و بریم سراغش اول از همه درباره موضوع مهم صحبت کنم که خیلی ها اشتباه میکنن وقتی من میگم توی ویدیوام قاشق چای خوری منظورم این قاشقه به این میگن قاشق چای خوری و اینم که قاشق غذاخوریه درباره این آرد هم اینو بگم که این آرد آل پرپس فلاور هست یا آرد چند منظوره اگر خارج از ایران هستین به همین اسمی که گفتم پیدا میکنین اگر داخل ایران هم هستین این دقیقا آردیه که نونوایی ها باهاش نون میپزن برای شروع گیه کنیم لیوان آب ولرم و میریزم توی ظرف درست کردن این نون خیلی آسونه همینطور مای خمیر خشک فوری دو قاشق چای خوری. شکرم اضافه میکنم که غذای مای خمیره هم میزنم و بهش ده دقیقه فرصت میدم که هم از سلامت خمیر مایه اطمینان حاصل کنیم همین که تخمیر بهتر انجام بشه دو و نیم لیوان آرد اضافه میکنم علک کردن باعث میشه که نونمون بافت بهتری داشته باشه نصف قاشق چایخوری خوری نمکم اضافه میکنم و بعد از اون هم میزنم فکر میکنم نصف لیوان دیگه نیاز داره آرد مجموعا شد سه لیوان آرد آشق و تمیز میکنم و با دست میرم سراغش به هر روشی که میتونین حداقل ده دقیقه ورزش بدین تا به این باف برسه و براحتی جدا بشه از ظرف دستم و با استفاده از یک کاردک تمیز میکنم چون این خمیر رطوبت بالایی داره خیلی چسبنده است اطرافش آغشته میکنم به روغن سلفون میکشم میره یک ساعت و نیم بالای یخچال که گرمه بعد از این مدت دو برابر شده حجمش یه چونه میگیرم و میذارم کنار برای درست کردن نونا از این قالب های پیتزا استفاده میکنم اگر نداشتی همون سینی فرتم هم عالیه کف قالب و آغشته میکنم با آرد و یه تیکه از خمیر رو میذارم و چونه میگیرم همه جاشو آرد میپاشم که به دستم نچسبه چون خمیر مرتوبیه این مقدار خمیری که درست کردیم سه تا نون میده بهمون. به, همون. به قطر 20 سانت پنش میکنم روش دستمال نمدار میکشم دوباره نیم ساعت استراحت فر از 20 دقیقه پیش گذاشتم رو درجه 180 که گرم بشه برای اینکه نونمون خشک نشه قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ پخت یک کاسه آب جوش میذارم طبقه پایین فرقی هم نمیکنه که فرمون برقی یا گازی باشه این حتما باید باشه نونا رو میذارم اینجا برای رومال نون از ترکیب یه دونه تخم مرغ کامل با کمی شیر استفاده میکنم. اینجوری دیگه بوی زهم تخم مرغ هم نمیده نونمون. روی خمیر رو کاملا آغشته میکنم و برای اینکه شکل سنتی بگیره با ته لیوان یه حفره ایجاد میکنم. همون وسط کنجد و سیاه دونه میریزم و میره توی فری که روی 200 درجه است به مدت 12 تا 15 دقیقه. تا اونا میپزه بریم که املت رو درست کنیم. اول از همه چند تا گوجه رو رنده میکنم. همین همینطور که اینا رنده میکنم درباره این مسئله صحبت کنم اول اینکه ممنون که این ویدیو لایک میکنید دمت گرم به اشتراک میذارید با رفقات این کار یه حمایت خیلی بزرگه دو اینکه من یه بررسی کردم و اینجا آمارشو بهتون نشون میدم که 75 درصد کسایی که ویدیوهای منو میبینن تا به حال منو سابسکرایب نکردن و کانالمو دنبال نمیکنن پس اگه شما اولین باری که منو میبینین حتما سابسکرایب کنید بعد از رنده کردن گوجه ها میریم سراغ دو حبه سیر درشت کاملا پوره میکنم بعد از سیر نصف یه فلفل دلمه یه کوچولو نگینی ریز بشه ادامهش رو بریم روی اجاق گاز یه تابه میذارم و ده گرم کره میریزم آب که شد سیر و فلفل دلمه ای و همزمان تف میرم تا وقتی که نرم بشم حالا بهش پوره گوجر اضافه میکنم با حرارت زیاد هم میزنم تا آبش که خشک بشه همون وسط دوباره کره اضافه میکنم و یک قاشق رب ادویارم هم اینجا میزنم فلفل سیاه نمک صورتی آویشن خوش عطر پاپریکای خوشتم و اگر داشتی ریحون خشک یا تازه معجزه میکنه بعد از 3-4 دقیقه همون تخم مرغی که برای رومال استفاده کردیم به همراه یه تخم مرغ دیگه اضافه میکنم و هم میزنم آماده است دیگه برم نونا چک کنم ببینم پختن یا نه آره عالی شده اینجا رو ببین مرکز. اینم املتی که درست کردم در کنارش ترشی سیر و خودم رو خیلی تحویل گرفتم با پیاز کیلوی سی هزار تومنی این هم نونی که درست کردیم و بافتش رو خودت میتونی توی تصویر کامل ببینی امیدوارم که شما هم درستش کنین و با همین املت بزنین بر بدن و بهتون قول میدم یکی از بهترین تجربه های قضاییتون میشه باورتونی رو دست هیچ کدومش نیست